سلام سهشنبه 8 بهمن 92 28 ژانویه 2014 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول این که همونطوری که قبلا هم گفته شده بود امریکا 14 شرکت پتروشیمی رو اعلام کرد که مشمول تحریم نیستند پتروشیمی ایران رو اما این فقط برای اتباع غیر امریکایی هست تمام شخصیت های حقیقی یا حقوقی امریکایی یا ساکن امریکا حق ندارند که در این معاملات وارد بشن. در واقع امریکا تحریمش رو از روی اروپایی ها و سایر جاهای دنیا در مورد این چهارده شرکت پتروشیمی برداشته در همین حال آقای دیوید کوئن، معاون وزارت خزانداری امریکا که مسئول تحریم ها هست عنوان کرده که شبکه ای از تحریم ها علیه ایران پابرجاست و درهای ایران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده و توصیه کرده به تجار و بازرگانان که دست نگه دارند این شش ماه طی بشه و معلوم بشه در واقع که ایران به تعهداتش عمل میکنه یا نه دور بعدی مذاکرات با پنج به اضافه یک قرار اواخر بهمن انجام بشه مطرح بود که در نیویورک این دور برگزار میشه اما آقای عراقچی عنوان کرده که هنوز معلوم نیست حسن بقایی معاون گمرک ایران هم عنوان کرده که در سال 84 رتبه گمرک ایران در دنیا پنجم بوده اما الآن به بالای 100 رسیده و 95 پله سقوط کرده علت اصلی رو گفته تحریم ها رکود و افتضاحاتی که در دولت احمدی نجات بوده دبیر انجمن سازان کشور هم عنوان کرده که ایران خودرو در سال جاری به بیش از 400 میلیارد تومان و شرکت سایپا هم بیش از 250 میلیارد تومان زیان دادند که تا آخر سال طبیعتا رقم بیشتر خواهد شد و احتمالا به مرز هزار میلیارد تومان خواهد رسید تابناک هم خبر داده از اینکه در کمیسیون های مجلس یا بحث حامل های انرژی احتمالا برای سال آینده 33 درصد افزایش قیمت پیش بینی میشه در حالی که یارانه بسیاری دهکها ها خواهد شد و تنها دهک های محدودی خواهند گرفت افتضاحی که دولت احمدی نژاد دولت آقای خامنه ای در این خصوص به پا کرد نسنجیده تعهد بزرگی رو برای دولت ایجاد کرد الان داره چهره نشون میده و چاره جز این نیست که از یک سو برای تأمین یارانه نقدی درآمدی ایجاد بشه قیمت ها رو بالا ببرن و از سوی دیگه پرداخت اون رو کم بکنن و کسانی رو حذف بکنن نکته دوم اینکه تجمع اعتراضی رو بازنش بخش از بازنشستگان آموزش پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند و در اون عنوان کردند که از سال 86 اون بخشی از قانون خدمات کشوری رو که افزایش حقوق بازنشستگان در اون مطرح شده در موردشون به اجرا در نیامده 150 کارگر کارخانه یخچالسازی ایران پویا جنرال استیل سابق هم تجمع اعتراضی داشتن کارگرها 3 درصد سهام کارخانه رو دارن و عنوان میکنن که معلوم نیست چه کسی به جاشون تصمیم میگیره به حال تصمیم گرفته شده کارخانه به شرکت دیگری به نام ایران افزار واگذار بشه و به احتمال زیاد انحلال کارخانه در دستوره و بیکاری تمام کارگران اما در خصوص واردات گوشت آلوده از کشور اوکراین آلوده به مواد رادیواکتیو سر و صدایی به پا شده وزارت کشاورزی عنوان میکنه که گوشت وارد شده به ده کیلوش به سازمان انرژی اتمی داده شده و اونها گفتن مشکلی نداره در حالی که نماینده مجلس عنوان کرده که با سازمان انرژی اتمی تماس گرفته و اساسا عنوان کردن که هیچ نوع گوشتی نگرفتن و تعییدی هم ندادند مسئله واردات مرغ آلوده با رادیواکتیو هم از اوکراین چندی پیش در صدا کرده بود و به هر حال به دلیل ماجرای چرنوبیل حتی روسیه مطرحه که گوشت از اوکراین نمیخره اما معلوم نیست چه دستهایی این گوشت های آلوده رو به ایران میبره اما وزارت بهداشت تا... تایید کرده که 256 و و نفر مبتلا به وبا در کشور شدن اصلی ترین عامل اون بهداشت آب آشامیدنی است و در همین حال آقای چیچیان وزیر نیرو عنوان کرده که 6500 روستا قطع کامل آب دارند به دلیل کم آبی نزدیک به 10 درصد کل روستاهای کشور و آب برای آشامیدن با تانکر از نقاط دوردست به این روستاها حمل میشه طبیعی است که در چنین شرایطی نبودن آب آشامیدنی مقدار زیادی مشکلات ایجاد میکنه از جمله وبا که مطرح شده شیوع پیدا کرد نکته سوم اینکه اصول گرایان حملات شون به روزنامه شرق رو بابت اعلام و گزارش بودجه بخش های نظامی کشور شروع کردند و گفتند که با این کار شرق اطلاعات به دشمن داده دشمن رو در جریان به ضعف ما آگاه کرده سو استفاده خواهند کرد آقای سردار کوسری گفته که دشمنان آگاه شدند و با این حرف آقای جانکری که گزینه روی میزه باید بودجه سپاه افزایش پیدا کنه احتمالا این جنجال سازی ها برای این است که یه مقداری باز بودجه اضافه تر برای سپاه و بسیج و اعوان و انصارشون بگیرن آقای روحانی هم حملات تندی رو با کنایه خطاب به آقای مصباح یزدی و اعوان و انصار ایشون کرده و گفته که کسانی که نه در انقلاب بودن نه در جنگ الان انقلابی شدند نکته چهارم اینکه در سنندج یکی از دانشجویان کرد به نام لنجاوایی دستگیر شده دانا لنجاوایی دستگیر شده دو دانشجو در مریوان دستگیر شدن هومن بیگلر و آرش آرش موسوی موسویان و در شهر سنندچ هم یکی دیگه از فعالین سابق دانشجوی به نام سوران دانشور دستگیر شده به این ترتیب حملات نیروهای امنیتی به فعالین دانشجویی در استان کردستان شدت گرفته دانشجویانی که اکثرا هم در انجمنی که از محیط زیست حمایت میکنه فعال بودند چلو یک زندانی سیاسی هم در نامه خطاب به آقای خطاب در نامه درگذشت آقای ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینی ارشاد رو تسلیت گفتند و نقش او رو در مبارزات آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری ستودند اما نکته پنجم اینکه ارتش مصر ژنرال اسیسی رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرده به این ترتیب نظامی ها علا وعده قبلیشون اگر این کار اتفاق بیفته خیال دست کشیدن از قدرت و واگذاری به لباس به مردم عادی رو ندارن در سوریه در مورد سوریه اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل اظهار ناامیدی کرده و گفته مذاکرات بین دولت و مخالفین پیشرفتی نداشته در اوکراین آقای رئیس جمهور یانکوویچ دوباره میخواد با مخالفین سر میز بشینه به دلیل اینکه اعتراضات وسعت گرفته و به خصوص در اکثر شهرهای غربی اوکراین بخشهایی از معترضین ادارات دولتی رو تسخیر کردند و اونها رو دارن اداره میکنن و دست حکومت رو از اونها کوتاه کردند ادامه این روند در عمل کشور را از دست آقای یانوکوویچ و اعوان انصارش بیرون خواهد آورد مدیرعامل شرکت صادرات تسلیحات روسیه هم عنوان کرده که ایران با شکایت خودش در مورد به دادگاه بین المللی در مورد عدم واگذاری سیستم, موش... سیستم موشکی S-300 سی سی باعث تنش میشه تلویحا ایران رو تهدید کرده که شکایت نباید بکنه و در واقع خلاصه روس ها پول ایران رو خوردند سیستم دفاع موشکی اس 300 رو ندادند و در واقع با این قبیل ها میخوان کاری کنند که ایران شکایت هم نکنه اما نکته آخر اینکه مراسم ضد امریکایی در دانشگاه تهران به ابتکار بسیج دانشجویی برگزار شده که در اون معاون بین بسیج مطرح کرده 99 درصد امریکایی ها جز مستضعفین هستند و حتی از شنیدن اخبار هم محروم هستند و وظیفه بسیج هستش و گفته وظیفه ماست که خبر رو به گوش اونها برسونیم و اونها رو با حقوقشون آشنا کنیم مندکی صب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی